فساد اخلاقی سعید طوسی، قاری محبوب رهبر نظام و صدور قرار منع تعقیب از سوی قوه قضاییه برای ایشان. فساد 1000 میلیاردی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه. افزایش تعداد اعدام‌ها، تشدید سرکوب فعالان مدنی و ضرب و شتم شاگردان و هواداران دکتر محمد علی طاهری موضوعاتی بود که در گفتگوی هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد ملکی مطرح شد. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای ملکی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در گفتگوی هفتگی با شبکه دور تیوی شرکت. آقای ملکی، سوال اول من در ارتباط با این رسوایی عظیمیه که در جریان تجاوز جنسی سعید طوسی، قاری محبوب رهبر نظام، به کودکان 13-14 ساله به وجود اومده، اونم در حکومتی که نام اسلام رو بر خودش گذاشته. تبعات این رسوایی برای حاکمیت رو شما چگونه میبینید؟ والا من به عنوان ایرانی که در هر حال نامش ایرانی مسلمانه، توجه میکنید، نمیدونم اصلا چی بگم. من از موقعی که این داستان رو شنیدم و تعقیبم کردم مقداری که ببینم تا چقدر این مسئله درست هست بهش، تا اینکه دیدم بار دیگه آقای فلاحتی با اسناد و مدارک بیشتری مسئله مطرح کرد، باور بفرمایید که من حال بیمارم. چون میدونید که من چند بیماری لاعلاج دارم و خودم رو به زور میکشم و بسیار بدتر شد، به طوری که کنترل، وقتی راه میخوام برم کنترل خودم رو نمیتونم داشته باشم. ببینید، ما از روز اولی که از این نظام روی کار آمد و اون چه ما از روز اول دیدیم و شاهدش بودیم، من خودم شاهد بودم که در فرودگاه مهرآباد موقعی که آقای خمینی وارد شدن چه صحنه هایی به وجود اومد و از کنم که مسائل بعدی در دانشگاه، بلاهایی که سر من به همکارانم آوردن به خاطر این که گفتیم آقا در دانشگاه رو نبندید، گروه ها هستن، همه هستن، بذارید اصلا دانشگاه مال دانشجوست، ولی اون گروهی که متعلق به حزب جمهوری اسلامی بود میخواست همه قدرت رو در دست بگیره، همه قدرت رو هم میکردم در دست گرفته بود جز دانشگاه، که دانشگاه هم دیدید چه سرنوشتی دچارش کردم. و من دو فقط به دلیل اینکه هم از استقلال دانشگاه میزدم و هم از اینکه دانشجویان در هر حال و استادان در اداره دانشگاه باید سهیم باشند مثل همه جای دنیا، چه بلاهایی سر من آوردن و آقای اسکنم که لاجوردی در دادگاه من که دادستان دادگاه بود و آقای محمدی هم، محمدی گیلانی هم قاضی دادگاه، ایشون وقتی کیفر خواست مسخره خودشون رو طامات رو خوندن چند بار تکرار کردم که ایشون باید به اشد مجازات محکوم میشه. و بعد هم آقای از کنم که ایرانی به من گفتش که ایشون تقاضای دو بار اعدام برای تو کرده بود که اگر یک بارش عفو خورد نفر دوباره رو بوش. و بعد هم مسئله که برای من در از این از کنم 37-38 سال پیش اومده و پیش آوردم، خانواده من متلاش کردم از کنم که اینا، ما خب از اول و به چه دلیل گفتیم که این نظام نظام اسلامی، نظام از کنم که واقعا دلخواه مردم استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی اون چه مردم فکر بگن نیست. و
از همون مقام گاهی من در نامه هایی که می نوشتم در سری نوشتم مسئله فساد و فحشا و از کنم که چون من حقیقت این است که آخونده ها رو نسبتاً خوب می شناسم چون قبل از انقلاب روابط بسیار بسیار نزدیکی با اینا داشتم و عرض کنم که نه هیچ کدوم چیزی واقعا بعضشون خیلی اول مادی ناجور بودش و هر جا میخواستم برن هر جلسه مثلا شرکت بکنن به من تلفون میزدن. خب من استاد دانشگاه بودم تونسته بودم یه پیکان داشته باشم و اینا به من گفتن که ما رو بر اینجا رو بر اونجا. منم به دلیل این که فکر میکردم که اینها واقعا انسان هایی هستن که حداقل اون به جان میشناختن با بقیه روحانیون فرق میکنن این کارو میکردم، در خدمتشون بودم، حالا چه کمک های مالی چه کمک های از کنم که بسیار مختلف در حق من میکردم، به طوری که من چند بار گفتم بچه های شمدون به من اسمانه گوشتی من محمد آخوند کش، یعنی آخونده رو اینور ور میبردم مثل ماشین مسافر بری که مسافر اینور ور میبردم. خب من این رو خوب میشناسم و با بعضی هاشون اصلا به رابطه خانوادگی داشتیم داره. ولی بعد از انقلاب من چشم گوشم باز شد، فهمیدم که نه اینا اون جماعتی که من فکر میکردم نیستن و نصیحت بزرگان هم به گوشم فرو نمیرفتش، بگفتن بابا اینا آدم های از کنم که ناجوری هستن، اگر قدرت در دستشون بیفته ملت رو بیچاره میکنن، مردم رو خاک سیاه میشودن. خب در تأثیر بودیم و احساسات رو از خودم که باید اعتراف بکنیم. خب از موقعی که من به زندان افتادم و اون شکنجه ها رو دیدم و اون کشتار ها رو دیدم و اون وحشیگری ها رو دیدم و اینا، خب فهمیدم که واقعا اینا چی هستن و چی هستن. از آن فساد، حالا این اصلا سابقه طولانی در فساد دارم، معروفه در حوزه ها و اینا چه خبر هست و چه مسائلی مطرح میشه. این است که وقتی که ولی تا این حد دیگه فکر نمی کردم که واقعا یک کسی که عزیز رهبری هستش، فیلم ها و عکساش رو نشون میدن و قاضی مخصوص حکومت هستش، ویژه حکومت در مراسم مثل افتتاح مجلس و اینا ایشون میدارن که از کنم قرائت قرآن بخونه اینا، دست بشین کاری بزنه. واقعا این فاجعه است، نه برای من، برای حکومت فاجعه است. برای اینکه ببینید مردم ایران یه سری عوام و ناس هم عوامن، توجه بکنید اینا بیشتر تحت تاثیر احساس هستن، تحت تاثیر گفته ها هستن، فکر میکنن هر چیزی که یه رو آخون میگه این درسته و صحیحه و راسته و از خودم که قابل اعتماده. این جریان به اونها هم، اونها هم ثابت کرد که نه اینا قابل اعتماد نیستن، شما بچه ها تو دست اینا ندید. یه نمونه است، وقتی خود آقا سعید طوسی می فرمند در صحبتاشون گفته بودن که اگر من رو زیاد اذیت کنید من 100 تا رو می کشم پایین، این نشون دهنده عظمت فاجعه است. بنابراین من در مورد ایشون فقط همینه میخوام بگم که اینها در هر حال، این رو باز من بارها گفتم، اینها نه دین دارن نه اعتقاد به دید و مذهب و خدا و هیچی ندارن، اینها فقط دنبال قدرت و از کنم چپاول و چون یا آدم دیندار یا آدم حالا هر دینی باشه، اینقدر دروغ نمیگه، اینقدر تهمت نمیزنه، اینقدر شکنجه نمیکنه، اینقدر زجر مردم نمیده. شما الان تهران نیستید، تو چند روز این بچه های شاید جوان های طرفدار این آقای طاهری
میگه هم میشن جلوی این بیمارستان، چون نزدیک منزل ما هم هستن گاهی آنجا از کنم که هم میشم بیمارستان بقیت الله که رول سپاه هم هستش. اینا میبینم این باشی جوان هستن، دختر به سرگارستان، اینا این دو سه روزه چه بلایی سر اینا آوردن، چقدر به اینا رو زدن، چقدر گرفتن. من امروز رفته بودم به خاطر یه پرونده اوین دادسرا، دیدم بعضی از خانواده اومدن گریه میکنن، میگن اصلا بچه های ما رو بانید کجا فرستادن، بعضی میگن فرستادن قرچک بزار فرستادن، میگن کجا جور بید. از این صحبت ها بودم. خب آخه ببینید به چی میشه اعتماد کرد؟ و من اینو میخواستم بگم که لطمه ای که این جریان به حاکمیت زد بیش از لطمه ای بود که اون افشای فایل صوتی آقای منتظری ضربه رو وارد کرده. این برای اینکه در توده مردم، مردم هنوز به اینا یه اعتقادی داشتن، مردم هنوز به نمیدونم معلم قرآن و نمیدونم مسجد و محراب و اینا یه اعتقاد داشتن. این همه رو خورد که شما الان در ایران با هر کس، با این توده های مردم، با راننده، با از کنم که کارگر، با اگه صحبت میکنید اصلا کلافن، میگن پس خودگی به چه اعتماد بکنید؟ ما دیگه جواد نمی کنیم که بچه هامونو به مدرسه بفرستیم، ما دیگه جواد نمی کنیم بچه هامونو به مسجد بفرستیم. بله، این جریانیست که من میتونم بگم و واقعا نمیدونم چی بگم. 84 سال عمر کردم، شاید 70 سالش تو مسائل سیاسی و اجتماعی بودم. من آقای محترم، من روزی که شنیدم که در دانشگاه زنجان یک رئیس دانشگاه یونان رئیس دانشکده یک دختری رو برده، اون داستان که حتما یادتون هستش و شنیدید، محاسبش تجاوز رو خانه و بچه ها ریخته بودن چیز کردن، و اون رو شنیدم دیدم واقعا ما از کجا به کجا رسیدیم. من یه دانشگاهی هستم، من 50 سال در دانشگاه تدریس و تحقیق کردم، واقعا استاد همیشه مثل مربی بود، مثل پدر بود برای دانشجو، و دانشجو این چشم رو نگاه میکرد. وقتی که کار به جایی میرسه که استاد میخواد به دانشجو تجاوز کنه، در اون شرایط دیگه معلومه تکلیفه. در هر حال من فقط میتونم درد و رنج خودم رو به عنوان یک استاد، به عنوان یک معلم، به عنوان کسی که چیز یاد بچه ها میداد، از این که این از کنم که کسافت اسم خودش رو معلم قرآن گذاشته، اسم معلم روی خودش گذاشته، شرمنده واقعا. آقای ملکی، دیروز آقای محسنی اژه‌ای صحبت از صدور قرار منع تعقیب برای آقای سعید طوسی کردن. آقای سعید طوسی که در طول سالهای دراز به این همه کودک 13-14 ساله‌ای که می‌رفتن قرآن یاد بگیرند تجاوز جنسی کرده، و این در حالیه که الان چند روز خبر فساد 1000 میلیاردی آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر شده. می‌خواستم نظر شما رو در ارتباط با این بدونم. بله، از کنم که من تا اونجایی که شنیدم، ببینید این مسئله از سال 91 مطرح بوده. تمام این تلاش ها رو این بچه ها تفلکی ها کردن که این پرونده به جریان بیفته و این مسئله از کنم که در هر حال یه جوری بهش رسیدگی بشه، چون از همه جا مایوس شدن. و الان هم که میدونید که در یک موی مملکت داری مثلا معلوم است کی به کی هستش، این اونو افشا میکنه، اون این افشا میکنه، خوبه بذارید بکنن، بذارید افشا بکنن تو دنیا بفهمه که ما با چه حکومتی سر کار داریم. خب این الان موقعیتی پیش اومده و چیز کرده و خلاصه مسئله افشا شده. و عرض کنم که آقای اژه‌ای از این تربهات و از این حرف زیاد میزنه. آقای اژه‌ای مثلا در مورد خانم نرگس محمدی دیدم دیشب گفته بودش که نه ایشون پروادش کارش تمومه دیگه، هیچ کاریش نمیشه کردش، در حالی که وکلاش الان دنبال این هستن که پرونده رو بفرستن به دیوان عالی کشور.
یا اینکه نمیدونم دستور دادیم، گفته بوده که رئیس قوه قضاییه دستور داده که این مسئله دیگه تموم بشه. امشب شنیدم توی یکی از سایت رئیس قوه قضاییه بوده من همچین دستور ندارم، اصلا من همچین حق ندارم که دستور بدم که پرونده متوقف بشه نشه. این اما در مورد این مسئله فسادی که گفتید که گریبان آقای هست کنم که رئیس قوه قضاییه رو گرفته، چیزی فرق نمی کنه، همه شون مثل همانگر حکم شود که مست گیرند در شهر همون چه هست گیرند. در مورد برادر ایشون و زمین های دماوند و غیر و غیر قبل هم سال هاست که صحبت میشه و از کنم که بحث میشه و کارهایی که میکنند و اینا، ایشون هم خارج از این بود نیستش دیگه. ایشون هم یه عضویست، ایشون هم که رئیس یک قوه قضایی که بود در همه جای دنیا باید پاکترین و تمیزترین قوه باشه، ایشون هستش و در مقابل همه این جنایت ها، همه این کشتارها، در مقابل همه این از کنن که وحشیگری هایی که میکنن، شما یک مادری بچهش رو کشتن میاد تو به سهر و مراسم بگیرید، من بودم دیگه ریحانه میشتن و پرده رو پاره کردن و مردم شیست کردن و متفرق کردن و بدادستگی کردن و همه چی سکوت میکنه. یعنی واقعا موافقه با این کار هستش دیگه. حالا مسئله 1,000,000,000 تومان که فرق بودید دزدی و اینا چیزی نیستش، اینا در هر حال مملکت مال خودشون میدونن. یه اصل هست، اینا میگن که مملکت ایران مال امام زمونه و ما هم نمایندگان امام زمان هستی، واسه مملکت مال ماست، ثروت مملکت مال ماست، ناموس مملکت مال ماست، همه چیز مملکت مال ماست، حق ماست. اینا با این تفکر و این اندیشه تاجیکان مملکت رو اداره میکنن و به این روز هم داختن. آدم واقعا دیگه یواش یواش شرمش میشه که رو این عرض کنم که خاک مقدس ایران، مقدس ایران عزیز ما، ایرانی که اون بزرگان از کنند مثل ابن سینا و سعدی و حافظ و مولوی و غیره و هزاران نفر داده، آدم بگه که من ایرانی هستم. آقای ملکی، در طول این مدت افشاگری های زیادی شده، ولی قوه قضاییه و اونم کرسی که آقای صادق لاریجانی برش تکیه زده، جایگاهیه که باید پاسدار حقوق مردم باشه، باید از بیت المال حفاظت کنه، یعنی در برابر این فسادها بیسته. ولی حالا ما میبینیم که ریاست قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی تا چه اندازه آلوده به فساده. بیش از 60 حساب خصوصی با موجودی 1,000,000,000 تومان داخلش. واقعا کشور به کجا میره؟ والا کشور داره به سوی عرض کنم که اونجایی میرسه که در هر حال باید میرسید. به نظر من این چیزها، این جریانات که پیش میاد، این افشاگری هایی که میشه، اینها برای آگاهی مردم و روشن شدن مردم مفیده. هرچند یه عده انقدر از کنیم که سمون و بکمون هستن که فکر میکنن که اینا هم نماینده خدا هستن، خدایی که اصلا اینا قبولش دارن. من از کنیم که معتقد بشه هستن. ببینید در هر حال این چیزا باید پیش بیاد. من یادم یه موقعی با آقای طالقانی صحبت میکردیم، آقای سوران طالبانی خدا رحمتش کنه، به من میگفتش که تو شروع شد دیگه مشکلات و گرفتن بچه‌ش و اون جریانات اینا. به من گفت محمد، آخوند رو جز خود آخوند نمیتونه از بین ببره. من اینا رو میشناسم. میدونی که اصلا ایشون آقای طالبانی با نخست وزیری آقای مهندس بازرگان به شدت مخالف بود. گفت نکنه این کار، من این رو میشستم که تو رو به لجن میکشم. این است که الان اون زمان دیگه، الان دیگه افتادن به جون هم دیگه، افشا میکنن. یه روز کشتار سال 67 رو
از کنم که شاه میشه و مردم متوجه میشن که اونهایی که در سال 60 ماهی که در سال 60 در زندان ها بودیم چه دیدین چه حده حتی کسی باور رو میکرد و دیگه مجبور باور بخونه و از کنم که جنایات دیگر دزدی ها دغلی ها دروغ ها دروغ وحشتناک اینا دروغ میگن وحشتناک شما که خارج هستید نمیدونم قبلا با این دادگستری و با این قضاعت و با این از کنم که دادگاه ها و بازجوها و اینا سرکار داشتید و نداشتید ولی اینا اصلا سر و پاشون دروغه سر و پاشون تهمته سر و پاشون از کنم که اذیت کردن و خیانت به اون دینشون که مبلغش هستن هستشون و بنابراین شما تعجب نکنید حالا فردای تکسیب نامه می نویسن و آقای خامنه ای هم توی جلسه میگه که من میگه که آمار که می جنن دشمن این کار رو میکنه و دشمن این جلال میکنه همه رو مسئله میکنن سنبل میکنن به خصوص الان که نزدیک انتخابات هستش میان بازی دیگری در میارن یه دکون دیگری درست میکنن دارم دارم بعد و بدتر و از این بازی هایی که من که تالا شده در هر حال اینه دیگه این مملکتی است که حکومت دینی در طول تاریخ سابقش همینه دیگه من یک کلیسا و موقع قدرت داشتش با مردم اروپا و مردم مسیحی چه کرد اینا هم همون کار رو دارن میکنند و ولی من بسیار بسیار امیدوارم که مردم روشن هستن روشن‌تر بشن و هرچه زودتر تصمیم نهایی خودشون رو بگیرن تصمیمی که باید گرفته بشه و باید این عرض کنم که آقایون رو از مسند قدرت به زیر بکشه و به دست دادگاه های عادلانه برسونه ما اون چیزی که داریم اصلاحی بیمسمه اصلاح نوشتم توی که نوشتم دادگستری کدوم دادگستری دادستان کدوم دادستان همه دروغ و دقل تو این پرونده میبینید که دادستان تهران رجعی یه جوری پرونده رو ما سالی میکنه اون یکی یه جوری پرونده رو شده ولی امیدوارم که واقعا این از کنم که جلیان دادخواهی که در مورد سال 67 مطرح شده جنبش دادخواهی واقعا به جایی برسه که خوشبختانه داره از کنم که در جهان مطرح میشه و بدون این که مردم واقعا متوسل به خشونت بشن با یک تصمیم عاقلانه و از کنم که صحیح مملکت خودشون رو نجات بدن چون من همیشه گفتم من اصولا با خشونت مخالفم به همین دلیلم پیشنهاد دهنده لگام بودم توجه میکنید که بیاید این همه اعدام و این همه جنایت و این همه آدم کشی و اینا جلوگیری کنید که کردیم و حالا چه چوبایی خوردیم یه نمونش از کنم که خانم نرگس محمدی است که از کنم که فقط بگم به چیز به اصلا ایشون جز مؤسسین نبوده ایشون به عضو معمولی بود که بعدا پیوسته 10 سال بهش دادم بیشون به اتهام این که عضو لگام بوده این چیه حتی صدای مجلسیان در آمده حتی صدای خودشون هم در آمده تمام سازمان های بین المللی توجهمون اعتراض کردن و اینا هم چاره ندارن اینا فقط باید از طریق خشونت و کشت و کشتار و زد و خورد و به هم ریختن مجالس و محافل و اینا روی پای خودشون باشن دیگه اینا اگر یک روز فقط به مردم آزادی بدن بگن مردم بیان حرفاتون رو بزنین مردم بیان نقد هاتون رو بکنین تمام کارشون
آخرین سوال من آقای ملکی مربوط میشه به افزایش تعداد اعدام‌ها و تشدید سرکوب فعالان مدنی. ما شاهدیم که رفتن در خونه خانم گلرخ ابراهیمی رو شکوندن، همسر آقای آرش صادقی رو، و ایشون رو از تو خونه در آوردن و بردن زندان، یا آقای جعفر عظیم‌زاده رو دوباره احضار کردن، صدها نمونه مانند این، یا آقای دکتر محمد علی طاهری الان بیش از 2 ماه قرار منع تعقیب ایشون صادر شده از سوی قوه قضاییه. آزادشون نمیکنن، ایشون باید دست به اعتصاب قضا بزنن. الان 29مین روز اعتصاب قضاشونه. شاگردان و هوادارانشون هم که تجمع میکنن برای آزادی آقای طاهری مورد ضرب و شتم شدید نیروهای قرارگاه سارالا قرار میگیرن. این 2 روز پیش شما در جریان هستید حتما که تجمع 3000 نفری شاگردان آقای طاهری در برابر بیمارستان بقیت الله الاعظم به بازه ضرب و شتم نیروهای قرارگاه سارالله به خشونت کشیده شد. سوال من از شما اینه که به چه علت دوباره نظام رو به سرکوب شدید مردم و فعالان مدنی آورده؟ من این چیزی به شما بگم، شاید شما خندتون بگیره. من از وکیل آقای صادقی از کنم که شوهر همین خانوم با من میامد گاهی به دیدن من، نرسن دانشجو بودش، دانشجو گاهی به من سر میزن اینا. شنیدم که یکی از اتهامات ایشون آمدن به منزل منه و به خاطر این 2 سال به زندان دادن. شما در یه مملکتی که یه دانشجو میره پیش استادش، این 2 سال زندان داره، که چرا میره پیش ملکی؟ ملکی داره منحرفیه، ملکی نمیدونم منافقه، ملکی نمیدونم از این تهمت هایی که واقعا سزاوار خودشونه. من معتقدم هیچ کس در این مملکت منافق تر از این حاکمیت نیست. اگر منافق رو به عنوان واقعی به اون قرآنی شونه مطالعه قرار بدیم، اون کسی که مرتب دروغ میگه، مرتب اتهام میبنده، مرتب عرض کنم که کار خلاف کنه، اون منافقه. میگه من مسلمانم، اون وقت بیاد دل وواس میکنه. میگه من قاری قرآنم، معلم قرآنم، اون وقت با بچه های مردم اون کار رو انجام میده. اون آقا هم که اون بالا نشسته میگه آقا سخت نگیر، بکنه چیز کنه دیگه، کشش ندید. خب بنابراین خواهش کنم که این جامعه ایست که ما داریم. و شما اگر دیده باشید، خود من چون چه موقعی که ما می رفتیم جلوی دنا و از کنم که اوین و اینا که تعداد زیادی از همین این بچه ها می آمدن، بچه های آقای جایی گرفتنشون رو چیز کردن اینا، خب من می دارم اصلا این بچه ها واقعا اینقدر ساده و اینقدر دوست هم یاد استادمون ما رو شفا داده، ما رو به ما محبت کرده. و من شنیدم امروز با دسته های با یه شاخه گل امروز دیروز رفتن اونجا وایستدن، تراجی میکنید که مثلا به پلیس بگن با گل به شما میدیم، اونا به جای گل گاز اشکاور و باتون و کتک و زندان و خب شما میکردیه. حکومت به نظر من اصلا اختیار خودش را ازش در رفته، دیوانه شده مثل همه دیکتاتورهای دنیا. آدم سابقه شناخته میکنه، کارهای دیوانه وار انجام میدم. این است که در هر حال من واقعا بچه ها رو امروز هم توی رفته بودم اوین برای کاری حسابم کرده بودم، از کنم که دیدم جلو بیمارستان بقیت الله هم اینا را دیدم. اینا اصلا اهل خشونت نیستن، اهل مسکن پیر نیستن. میان میگه میگه آقا از ببا بگید این استاد ما کجاست؟ زنده است؟ مرده است؟ اون بیمارستان جایی دیگه است؟ آخ باید به جای جواب دادن اینا رو از کنم که اونجور مورد آزار قرار میدن در ولاح بسایشون دیگرن. آقای ملکی سپاسگزارم. ممنون، شبتون بخیر و انشاءالله موفق باشید.